راز ماندگاری هر ملتی نگهبانی از زبان مادری و سرزمین پدری است. استاد ناصر انقطاع در درازای 30 سال دور از زبان و میهن خود در راستای شناسانیدن این دو ستون نیرومند 24 کتاب در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی و تاریخی نوشته است. پژوهشی درباره آیین‌های ملی، بررسی زندگی پرماجرای قهرمانان ایرانی، کوروش، داریوش، آریابرزن، جلال الدین، بابک، یعقوب، نادر، حافظ، فردوسی، امیر کبیر و شناخت زبان و واژه‌های پارسی و دیگر بررسی‌های ژرف او می‌تواند بهترین راهنما برای ایرانیان برون و درون مرز در حفظ هویت ایرانی باشد. تلفن سفارش کتاب 661-254-8757. پس کوچه های تاریخ، برنامه ای از دکتر ناصر انقطاع. به نام خدای ایران، به نام ملت ایران و با درود به مردم مستعصل، تهیدست، سردرگم و گرفتار. امروز با دستی شکسته و قلبی شکسته، با هزاران هزار قصه و غم، بدبختی و تیره روزی پی در پی و از همه بالاتر فروریزی پاساژ پلاسکو و ده ها دلاور آتشنشان ایرانی در زیر خروارها تیراهن، برنامه امروز رو می آوازم. به دستی که در راه همکاری با یارانم و میهن دوستانم در یک مصیبت وارده در یک شهر دیگری در اورگان رفته بودم و از پله سقوط کردم، بدبختانه مچ دستم شکست و هفته پیش آقای فرزان با بزرگواری و دقت فراوان برنامه رو اجرا کرد، یعنی با آواهایی که من قبلا ضبط کرده بودم و با هنر و دقت خودش برنامه رو اجرا کرد. امروز من در حضور شما هستم. مصیبت ها می آین. به کدام مصیبت بگویم؟ کارتون خوابی بگویم؟ گور خوابی بگویم؟ ایدز کودکان کارتون خواب را بگویم؟ ایدز مادران و زنان کارتون خواب رو بگویم؟ فروریزی آسمان خراش پلاسکو رو بگم و فروپاشی اجتماع ایرانی رو بگم؟ به کدام یک از این بدبختی ها بپردازیم؟ به کدام مصیبت که ارگان های نحس رژیم آخوندی در این 38 سال برگردن ما فرود آوردن؟ به کدام بگریم؟ به کدام مصیبت؟ سخن امروز این برنامه بیشتر در همین زمینه هاست. همکار گرامی و پرپشتکار من فرزان نیز مانند همیشه در کنار من و مددکار من هست. من دست شکسته و دل شکسته. با تسلیت به پیشگاه ملت ایران، به انگیزه جانبازی آتشنشانان دلاور ایرانی، از فرزان میخوام که یک ترانه ای رو پخش کنه.
دل را جای ایمان، دل ایران را دل خاک تو مرمن. سلام ای شهر خوبه شهر آرش، سیاوش را کجا می سوزد آتش. چرا شب ناله تلخی تو اکنون، حراست کی بودی از دشمن خون. کجا چنگیز و تیمور و سکندر، توانای نبردت ای قلندر. شگفتا گر بمیرد روشن نهان ماند نبا در بی نبایی. ساختمان پلاسکو فرو ریخت. این ساختمان سرگذشت عجیبی داره. صبح روز پنجشنبه گذشته تومه عریق شد. بعد از چند ساعت آتش سوزی حریق اطفا شد. بعد خبر رسید که آتش دوباره در گرفته و سرانجام به علت فرو ریختن این ساختمان که 17 طبقه بلندی داشت و یکی از مدرن‌ترین ساختمان‌های تهران قدیم بود و بیش از نیم قرن از عمرش می‌گذشت، ویران شد. سرنوشت این ساختمان چنینه. این ساختمان توسط آقای حبیب الله القانیان، معروف به حاجی حبیب، رئیس انجمن کلیمیان ایران، مالک کارخانه های پلاسکو، بزرگترین مجموعه پلاستیک ایران ساخته شد. حبیب الله القانیان متولد 1288 خورشیدی بود. از خانواده‌ای بود که با جدیت چند دهه پیشگام نوآوری های تجارتی و صنعتی در ایران بود. حبیب که کارش را در نوجوانی در هتل یکی از اقوام خود آغاز کرده بود، سال 1337 شرکت پلاسکو و بعد از آن صنایع پروفیل آلومینیوم را تأسیس کرد. ایرانی که به چین دعوت شد، روابط تجارتی و اقتصادی ایران و چین را بنیاد نهاد. ببینید، این ساختمون ساخته شد. همین ملاهای پدر سوخته به جایی که بگن خب یهودی داره ساختمان 17 طبقه می‌سازه، بلندترین ساختمان تهران، خاک بر سرتون، شما که عرضه ندارین غلط می‌کنین. کدوم تو شما از این زاغه‌هایی که داشتین ساختی از پول مردم بوده که خودتون نساختین؟ شما عرضه ساختمان ندارین. حالا یه آدم پیدا میشه می‌سازه، بعد این فتنه ریشه بگیره. در پیروزی انقلاب سال 1357 حبیب الله القانیان ایران رو ترک نکرد و توسط همون گرک ها، همون بسیجی های بعدی و همون چاقوکشان اینها گرفته شد و به دادگاه
دادگاه، چه دادگاهی، به اون بیدادگاهی به جرم فساد. هیچ معلوم نشد این فساد چی بوده. از طریق تماس با اسرائیل و صهیونیسم و جنگ با خدا، از این مزخرفایی که همش رو انداختن، و دوستان خدا محاکمه، و در دادگاهی که کلن گفته میشد فقط 20 دقیقه طول کشید، توسط صادق خلخالی به اعدام محکوم شد و حکم اعدام بلا فاصله اجرا شد. برای ثبت در تاریخ، عین سخنان آخرین دفاع آقای حبیب الله الغانیان رو در اینجا میگویم. ایشون گفت: این جانب حبیب الله الغانیان، افتخار میکنم که کلیمی ایرانی هستم. تا به حال هیچ گونه کمک یا اعانه‌ای به نفع اسرائیل ندادم و نخواهم داد. من موافق کشتار مردم فلسطین هم نیستم. افتخار میکنم که تمام سهم‌های کارخانجات پلاسکو، ملامین، پلاستیک شمال، لوله شمال، کارخانه یخچال جنرال الکتریک و پروفیل آلومینیوم و غیره که همه سهم منه، همگی در ایرانه و هیچ دارایی به نام من در اسرائیل وجود نداره. اون وقت این جنایتکارای همچی ایرانی فعال سازنده رو کشتن. چرا؟ برای که میخواستن اون مال رو ببلن. اینا برای بلعیدن آمده بودن. از روز اول خود آقای خمینی اومده بود که بکشید و بخورید. شما ببینید، من ظاهرا پدر و مادرم مسلمانه، پدرم که مرد من رو از ارث محروم کرد، گفتم بره به سهم امام. سهم الارث من رو دادگاه انقلاب، من در آمریکا بودم، یه نفر فساد از تو محضر گرفتن و گذاشتن تو جیب حضرت امام. آقایشون میخواست تو جهنم هزینه فاحشه خونی رو داری داشته باشه. ما که یادمون نمیره، ما از خلقوم اینا میکشی بیرون. بعضی از ایرانی های واقعا میهندوست، واقعا دلرحم، میگن آقا خودتون ناراحت نکنید. آقا ناراحت نکنید چیه، اینا هم میهنان ما هستن، که چی میشینیم بخورن، که چی بیان بیگانگان مفخورها، یاوگوها، بیکارها بخورن. بالاخره باید اینا رو یه روزی این پرونده ها رو باز نگه داشت. آقای الغانیان در وصیت‌نامه‌اش از وراث خود خواهش کرد که به حساب‌های او رسیدگی کنند، به دهکاری‌هایش را به افراد بپردازند، حقوق عقب افتاده هیچ کارمندی را از دست ندهند و به آنها پس بدهند و او را حلال کنند و خانواده‌اش یک سال برایش دعا کنند. ساختمان پلاسکو با این پیشه، با کشتار رئیس او، با کشتار مالک او، مالک بیگناه او، و ساختمان آلومینیوم بعد از اعدام الغانیان مانند دیگر اموال مورد به جیب آخوندها رفت و به بنیاد مستضعفان نامیده شد. ساختمان پلاسکو در تمام این سالها در اختیار تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک و معروف بود که اجناسش گران فروخته می شود. این ساختمان پس از ابتلاع یک واحد از آن به آتش در صبح پنجشنبه 30 دی ماه، اطفای آتش توسط آتش شانان دلاور و شیوع دوباره آن بعد از چند ساعت، کمی مانده به ظهر به صورت کامل فرو ریخت. مال دزدی، مالک اعدام شده، دزد چاپ چپاورگر، مفتخور، اموال مصادره شده، سرنوشتی جز این نداره. حالا تو این زمان غیر از ملت ایران که 38 ساله داره تاوان میده، غیر از همه ناراحتی ها، اون 50 جوان دلاور ایرانی آتش نشان که رفتن اینو خاموش کنن، اینا زیر خروارها تیراهن مدفون شدن. دیروز آقای رئیس نجات ملی به اصطلاح خودشون که تو خونش تمرگیده، گفته تا الان 20 نفر از اینا کشته شدن. این رو ما خبر داریم، هنوز بقیه معلوم نیست. پاسخ اینا رو کی میده؟ آقای خامنه ای که نمودار شیطان هستید، پاسخ این جوانان رو کی میده؟ پاسخ مرگ اینا رو کی میده؟ پا
پاسخ خانواده اینها رو کی میده؟ اون بسیجی گردن کلفت مفتخور، اون که به سفارت عربستان حمله کرد بهش به ککش هم نگزید بهش چی نگفتید، اون که این همه آدم کشتن، کدوم اینا رو شما پاسخ میدی؟ مقصر امروز نه شهردارن، نه شهردار فاسد تهرانن، نه کشور فاسد ایران، یعنی کشورداران فاسد ایران، نه شهر حامی فساد گردن کلفت‌ها ایران و نه قوه قضاییه فاسد، هیچ کدام مقصر اصلی مقصر. مقصر امروز سیستم فاسدی است که همه دست به دست هم دادند و وسیله قدرت مطلقه ارباب قدرت با فرمانهای مختلف انجام کار میکنند و رهبر از اونها حمایت میکنه. فسادی که بعد از پایان جنگ در مملکت شکل گرفت و بعد از تقلب در سال 1388 به عنوان باج سبیل و حق و سکوت با منفعل کردن تمام دستگاه های مبارزه با فساد به فرمان های ضد انقلابی دست پیدا کردن و در پشت پرده نقشه هایی برای سرکوبی ملت کشیدن، غافل از این که روز به روز بر شتاب واپس نشینی رژیم و دستگاه های مربوط به رژیم افشدوده می شود و بیشتر به سراشیب سقوط می رود. فساد سیستماتیک شکل گرفته و در پرتو قدرت منطقه غیر پاسخگو روی فاجعه کهریزک می افزاید که روزی مرگ بیماران بدون دارو بدون علت ماجراجویی و تمام این مسائل مربوط به مردم هست. امام جمعه بیرگ که نما تمام اونها سمبل دروغگویی و ریا هستن، دو سه تاشون رو من گوش کردم، میگه که آه ملت، خب ملت باید مقاومت کنن. چقدر مردک، چقدر مردی که ابله، مردم باید یه مقدار خودداری کنن. تا کی؟ 38 سال. خداوند ما رو از این اختاپوس نجات بده. کشیدن فایده نداره نداره، دیگه دنبال آدویدن فایده نداره نداره، وقتی ای دل بگی سوی پریشون میرسی خودتو نگهدار، وقتی ای دل به چشمون غزل خون میرسی خودتو دیگه، عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره، دیگه دنبال آدویدن فایده نداره نداره.
عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره، دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره نداره. دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره، دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره نداره. امروز بعد از ظهر یه ایمیل رو چیز تلفنی رو آقای پاسخ بدید. امروز بعد از ظهر نامه ای از دکتر رحیم حبیبیان، دوست ارجمند، دانشمند گرامی که در کانادا به سر میبرند، به من رسید. دیدم بد نیست این نامه رو ما برای شما بخونیم. تلفن من جواب بدم؟ نه، تموم شد. خیلی خوب. آقای دکتر حبیبیان می نویسه: آقای انقطاع، آنچه که امروز فرو ریخت ساختمان پلاسکو نبود، حتی نماد قدیمی مدرن سازی تهران هم نبود که فرو ریخت. امروز همه ما در مقابل چشمان خود دیدیم که بنیادهای جامعه ما با یک انفجار گاز پیکنیک فرو ریخت. حتی کسانی که برای نجات جامعه تلاش می‌کردند نیز در زیر آوار خود مدفون شدند. چرا؟ اخطارهای ایمنی شهرداری و غیره و غیره از طرف سازمان بنیاد مستضعفان جدی گرفته نشد. شهرداری اعلام کرده که ما گفتیم آقا این ساختمان عظمت لوله کشی گاز نداره. گفتن نه، این مال بنیاده، مال حضرت امامه، ما به کسی باج نمیدیم. رفته کنار. گاز همینطور، اون یکی همینطور. آقای حبیبیان سپس می نویسه: استاندهار در این ساختمان رعایت نمی شد. صاحبان نفع بازو زد و بند مانع از اعمال قانون می شدند. ناظران رده بالا چشمان خود را در برابر بنیاد مستضعفان فرو می بستند. ساختمان برج مردم هم اراده برای اصلاح و اجرای قانون نداشتم. نهایتاً با یک شعله آتش فرو ریخ. در این وسط 50 جوان میهن پرست فداکار شروع کردن به فعالیت که یه جوری این آتش خاموش شد. غافل از این که این ساختمان همش اسکلت فلزی است، با یک انفجار دو ستون که فرو میریزه همش فرو میریزه. حتی بعد از بروز بحران هم مسائل ملی ما حل نشد. مردم هرگز نیامدند با گروهی که در اونجا بودند، یعنی با گروهی که از طرف مثلا ناجا و غیره و غیره و سازمان امنیت و فلان و بسار همه مثلا چهارتوم رابط و مدار شعار
نمیدونم روح منی خمینی غیر شر بدن، مردم با اینا همکاری نکردن. جامعه تماشاگر منفعل و دست و پاگیر بود. اطفاء حریق تنها با تجهیزات بسیار معمولی قدیمی و نیروی انسانی در کام آتش انجام گرفت. هلیکوپتر برای اطفاء حریق نیامد اصلا و مردم با پرسنل امداد همکاری نکردن، حتی با برادران آتش نشان خودش. آقای انقطاع، ما امروز دیدیم که یک جامعه بیقانون، یک جامعه سراپا فساد، بی اخلاق، یک جامعه نابهنجار، یک جامعه بدون مدیریت چطور میتواند تمام نمادهای توسعه و عمران خود را فرو بریزد. من نخست به شما سرور ارجمند و سپس به دیگر همیهنان اعلام می‌دارم، این پلاسکو نبود که فرو ریخت، این جامعه ما بود که فرو ریخت. ارادتمند دکتر رحیم حبیبیان. Yeah.
نوازا قواری به محمل نشینم نوازا قواری به محمل نشینم نوایی 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 موقعی که ترانه نوایی پخش می شد یه خانمی زنگ زد گفت آقای انقطاع به شما و به ملت ایران و به خودم تسلیت می کنم. گفتم تسلیت؟ گفت بله. گفتم پاسختون رو آنتن می دم. آقای فرزان بریم خانم محترم
بانوی گرامی و دیگر هممیهنان و شنوندگانی که تسلیت میگن. واژه تسلیت چقدر آشناست برای ما. 38 سال به هم تسلیت میگیم، دائم باید به خاطر مدیران بیلیاقت سالی چند بار این تسلیت رو اعلام کنیم. تسلیت برای نداشتن جاده مناسب. تسلیت برای نداشت، برای ریزش پل‌های متعدد و کشتارها. تسلیت برای سوختن بچه‌ها در مدرسه‌ها و زشت شدن چهره‌های زیبای دختران معصوم 7-8 ساله ایرانی. تسلیت برای خودکشی جوانان و مردم شب و روز در این سوی آن سوی با طناب زیر پل از آسمان خراش و غیره. تسلیت برای حادثه های فراوان جاده ها، قطارها و اتومبیل ها. تسلیت برای زلزله های متعدد. تسلیت برای عدم بازسازی بافت‌های فرسوده. تسلیت برای آتش‌سوزی‌های مرگ‌آور. تسلیت برای تشنگی و خشکیدگی سرزمینمان. تسلیت برای اسید پاشی به چهره هزاران دوشیزه نوجوان و فرار مجرمان از دست دولت، یعنی دولت نمیخواد بگیردشون. تسلیت برای گروه بیشمار معتادان ایرانی. تسلیت برای فقر. تسلیت برای نداشتن هزینه درمانی و مرگ‌های به اجبار. تسلیت برای کشته شدن محیط‌بانان دلاور و جانبرکف. تسلیت برای دست فروشی زنان، برای خود فروشی زنان. تسلیت برای کارتون خوابی زنان و کودکان. تسلیت برای ایدز گرفتن کودکان کارتون خواب و زنان کارتون خواب. تسلیت برای پدیده گورخوابی. تسلیت برای کودکان 6-7 ساله‌ای که صبح تا غروب کار میکنن. تسلیت برای نبود امکانات و تجهیزات آتش نشانی و به دام افتادن 50 آتش‌نشان فداکار و هزاران تسلیت دیگر. تسلیت برای ایران گرفتار. ایران، پرچم شیر و خورشید. تسلیت. تسلیت. Thank you.
شرممان باد، شرممان باد. شعر زیر این شعر دیروز به برای من ایمیل شد، گویندش هماندیش و همباور ارجمند من دکتر مصطفی بادکوبه ایست. میدونید دکتر بادکوبه ای اکنون در ایران زندگی میکنه. این ببینید ما در گوشه امن امریکا هستیم، جرئت نمیکنیم حرف بزنیم. بادکوبه ای در ایران زندگی میکنه، 3-4 بار زندانیش کردن. ببینید چه شعری گفته. نمیدونم، شاید خود آقای دکتر بادکوبه ای فرستاده باشه بر من، شاید هم دوستانش. به هر حال این ایمیل دیروز به من رسید و من دیدم بسیار بسیار زیباست تو برنامه امروز خونده بشه. شرم بر ما باد، چه کسانی سرنوشت کشور با آن همه تمدن و پیشرفت و بالندگی را عوض کردند، با دروغ، با حق بازی، با ریا. ولی ما با دیدن این همه زور و ظلم و حق‌کشی، جنایت و غارتگری همچنان خاموشی. از ترس مردن نفس می آید، اما مردگانی به جام شوکران لب بردگانیم. خدایا مرده ایم از ترس مردن، خدایا مرده ایم از ترس مردن. دریغ از جان برای جان سپردن. یکی معنی کند این زندگی را، یکی معنی کند این زندگی را و بردارد قیود بندگی را. اگر سر را سرافرازی نباشد، گریزی غیر جانبازی نباشد. چلب با مصلحت ها بسته باشد، سکوت مرگمان پیوسته باشد. نفس در سینه ها زندانی ترس، تمام لحظه ها قربانی ترس. اگر بیگانه شد دست من و تو، نشد ابزار پیوست من و تو. نگاهت گر نگاه اجنبی بود، به دلها شوق پیوستن نیفزود. دهان زندان اگر باشد زبان را، زبونی ها دهد صاحب دهان را. قلم ها در قلمدان آرمیده، زمستان دیده افسرده خزیده. نه بوی آید از آزاد بودن، نه بینی بهر آزادی سرودن.
نه بانکی تا که از مستی بگوید، نه مستی تازه میخانه تا ره میخانه جوید. نه دست افشان آگاهی به دیری، نه دستی تا فشاند دست غیری. نه دانشگاهی و چون و چرایی، نه جوشی نه خروشی نه صدایی. چه سود از بودن این گونه باطل، که دست و پای جانت مانده در گل. چنان از دیدن خود شرمساری، چنان از دیدن خود شرمساری که روی آینه پا می گذاری. ملامت ریزد از آینه در چشم، که خوشیده است ما را ریشه در خشم. خوشا دل کندن از وابستگی ها، چشیدن لذت وارستگی ها. چو فریادی که از عصیان براید، خروشی از دل و جانی براید. حقیر آید تو را در چشم بیدار، سر تسلیم در پای ستمکار. هر آن ملت که در ذلت اسیر است، گرفتار هوس‌های حقیر است. هر آن ملت که در ذلت اسیر است، گرفتار هوس‌های حقیر است. نیرزد زندگی در دام ای دوست، نیرزد زندگی در دام ای دوست، که جان با لذت پرواز نیکوست. نیرزد زندگی در دام ای دوست، که جان با لذت پرواز نیکوست. خوشا بودن، خوشا بودن به امید رهایی. عروج از خاک، عروج از خاک تا عرش خدایی. دکتر مصطفی بادکوبه. Yeah.
صدای پرژین رادیو است. رادیوی 24 ساعته در سراسر جهان. پرژین رادیو.
شنوندگان ارجمند، در هفته پیش که من برنامه‌ام به صورت ضبط شد و بعد به همت آقای فرزان تبدیل شد به صدایی که در آنتن پخش میشه، یادمون رفت که بگیم که چیستان معنی چیه. گفتم اون کدام گیاه هست که اگر نصفش کنی نیم آن لنگ و نیم دیگرش قصه می شود. البته حدود 95% جواب درست بود. به همین دلیل یادمون رفت. حالا من توضیح میدم. بله، این شلغمه. نصفش میشه شل، نصف دیگه میشه غم. امروز هم سیستان رو ما نمیگیم، به احترام اون جانبازان آتش نشان پاساژ پلاسکو. میریم بر سر بابک خورم دید. بابک خورم دید. مردی با سواری کوه سبلان، مأمون که از شکست سرداران خودش به دست بابک به سختی خشمناک شده بود، زمانی که علی شکست خورد دستور داد سر او را ببرند، در خراسان و عراق و شام و مصر بگردانند تا دیگر کسی هوس خیانت به خلیفه و پیوستن به بابک را در سر نپردارند. سال 1218 هجری قمری، یعنی 212 خورشیدی و 833 ترسایی آغاز شد. هنوز پس از 17 سال از نبرد میان دستگاه گسترده خلافت و گسیل داشتن کاردانترین سرداران تازی برای سرکوبی بابک، نه تنها کوچکترین پیروزی از آن نیروهای تازی نشده بود، بلکه روز به روز بر توان جنگی این قهرمان ملی افسوده می شود.
بابک اندک اندک از مرز گمنامی گذشت، به سرزمین نام‌آوران تاریخ گام نهاد. آوازه ناموری بابک کم کم از پهنه کوه بز و شهر میمد و برزند گذشت به تبریز و اردبیل و ارمنستان و دیگر نقاط آذرآبادگان رسید. از آنجاها گذشت به کرمانشاه و همدان و ری و سپاهان را رسید و آنها را زیر پوشش قرار داد و ماندگاران در این داستانها را به جنب و جوش واداش تا به گونه‌ای به بابک کمک کنند. آنگونه که نظام الملک در سیاستنامه می نویسد، چون 218 سال اندر آمد، دیگر درباره خرمدینان اصفهان و پارس و آذرآبادگان و جمله کوهستان همه اونها خروج شدند، بدان گونه که مأمون به روم شده بود. همه خرمدینان یک شب وعده نهادند به همه ولایت ها و شهرهای کارزار اطلاع بدهند که شب خروج کرده شهرها را غارت کنند و در پارس بسیاری مسلمانان را بکشند، زن و فرزندانشان را برده بگیرند. و در اصفهان سر ایشان مردی بود به نام علی مزدک، از شهر 20,000 مرد جنگی برپا کرد، تعلیم داد و با برادر به کوه شد. بودلف سردار سنگدل تازی غایب بود و برادرش مغلق به کوه بود. با 500 سوار در برابر علی مزدک مقاومت کرد ولی نتوانست، به گریخ زد و کاری از پیش نبرد، بنابراین به بغداد گریخت. علی مزدک کوه را بگرفت و غارت کرد و هر که را یافت از اسلام بکشت و به آذرآبادگان بازگشت تا به بابک بپیوندند و از جوانب خرمدینان روی به بابک نهادند و هر روز 10,000 تن، 20,000 تن، 25,000 تن بر شمار خرمدینان افسوده می شود. در میان کوهستان شهرکی هست به نام آستانه یا شهرستانه می خوانند. همه این مزدکیان آنجا جمع شدند و بابک به ایشان پیوست. البته اینها رو خواجه نظام الملک در سیاستنامه نوشته، من این نوشته او رو براتون خوندم. از بخش های کینه توزانه نوشته نظام الملک که بگذریم، به خوبی در میابیم که وجود بابک و نام و قهرمانی های او اثر شگفتی در مردم کشورمان گذاشته بود و در هر بخشی از سرزمین ایران جنب و جوش و سرکشی های تازهی پدید می آمد، تا جایی که هزاران تن از هر شهر و استان به پا خواسته بودند و در راه پیوستن به ستون استوار و بلندی که بابک نامیده می شد راه افتاده بودند. از میان آنان علی مزدک توانسته بود با جنگ و گریز خود را به منطقه کوهستان استان جبال برساند و برای رسیدن به بابک تا همدان هم پیش برود. توضیح میدم برای شنوندگان، منطقه کوهستان یا استان جبال که در این کتاب، در کتابی که من نوشتم بارها از آن یاد شده، به بخشی از خاک ایران در دوران چیرگی تازیان گفته میشد که مرکز کشور ایران قرار داشت. از خاور به خراسان، از شمال به کوههای البرز، از جنوب به استان پارس و از باختر به آذرآبادگان. سخن کوتاه این که شهرهای سپاهان، کاشان، ساور، ری، لرستان، قزوین، زنجان، همدان جزء منطقه کوهستان جبال به شمار می آمد. دکتر عدنان مزارعی در کتاب مردم نامه هنگامی که به سرکشی علی مزدک می رسد چنین می گوید: با عشق و اعتقاد به شیعی و مزدکی، مزدک علی ز خاک سپاهان به پا شده است. با این همه تلاش و فداکاری و شکیب،
درد و فقان و مهنتشان برملا شده. بغداد خواجگان و اسیران خانگی، امیران خانگی در کشتن و اسارتشان هم صدا شده. ضمناً آنگونه که نظام الملک نوشته درست نیست. چون بابک نتوانست خود را به شورشیان برساند. من همین توضیح رو میخواستم بدم. فکر کردم که اون موقع باید میدادم و حالا دادم. نظام الملک دروغ گفت. دروغ نوشته. بابک به اونها نپیوند. بابک خواست به پیونده. نشد. داستانش خیلی مفصله و خواهم گفت. زیرا بابک نتوانست خود را به شورشیان خرمی در همدان برساند. و اسحاق یک اسحاق ایرانی نژاد شما ببینید ما ملت ایران از هر طرف نیش میخوره. یه ایرانی نژاد مأمور خلیفه شد اومد پیش از این که بابک به این علی مزدک برسه و پیش از این که به این 150 هزار ایرانی که اومده بودن خودشون رو بپیوندن به بابک پیش از این که بابک به اونا برسه اومد این گروه رو شکست داد 60 هزار تن از ایران رو کشت از ایران از این گروهی که میخواستن برن تابع بابک شدن و زن و فرزندشون رو گرفتار کرد و اونها رو به صورت برده و اسیر به بغداد فرستاد که حالا من در شرح اون داستان مفصل خواهم کن. شنوندگان عجبن چون پرسش جالبی هم از طرف جوانی به نام سپنتا آریان از من درباره عدد 7 و موضوع 7 سین شده این جمله تاریخ بابک رو تاریخ بابک خرمدین رو در اینجا درست با زمانی که به مرگ مأمون میرسه نگه میدارم و در هفته آینده تاریخ رو دنبال میدارم. در چند روز پیش جوانی به نام سپنتا آریان ایمیلی بر من فرستاده و گفته که خواهش میکنیم به مناسبت نزدیک شدن نوروز یه مقداری درباره مسئله شماره 7 بر ما صحبت کنیم. در مورد 7 لغت سین نپرسیده. بنابراین من چون بحث فعلی گسترده میشه فعلا پاسخ ایشون رو میدم. خب مسلمه که 7 سین از 2 بخش مهم 7 و سین تشکیل شده و با استواری من میتونم بگم که شماره 7 یکی از زیباترین مقدسترین و گرامیترین شماره ها در کارهای ایزدی و خدایی و حتی در کارهای شیطانی است، تا جایی که بسیاری از پژوهندگان پنداشتند که این شماره از آسمان آمده و هم میگویند خداوند همه چیزها و همه عنصرهای مهم را 7 تا و 7 گونه آفریده و هرگاه در نوشته های کهن در کتاب های آسمانی آیین های باستانی و داستان های از پیش بر جای مانده دقت کنیم ما نیز این پندار در مغزمان ریشه میدان. اول باور در یعنی شماره 7 در باور کلیمیان.
شماره 7 برای پیروان موسی که یکی از کهن‌ترین تیره‌های جهانی دینی جهانند، فرخنده و خجسته است. آنها نیز مانند برخی از کیش‌های دیگر 7 فرشته پاک دارند که هر یک از اونها فرمان روای یکی از ستارگان هفتگانه هستند. رفائیل فرماندار خورشید، جبرئیل فرماندار ماه، شمائیل فرماندار بهرام، میکائیل فرماندار تیر، زدکائیل فرماندار ناهی، سبتئیل فرماندار کیهان و انائیل زاوش و فرمان روای ستاره زاوش. در باب 23 از کتاب تورات چنین میخوانیم: 6 سال زمین خود را بکار و سال هفتم آن را واگذار تا بینوایان آن را بکارند و به بهره گیرند و جانوران از مانده آنها سود ببرند. در جای دیگر از کتاب تورات میبینیم نوشته 6 روز کار کن و روز هفتم بیاسای تا زن و فرزند و غلامت تو را ببینند و مهربانی کنند. باز هم در بخش دیگری از کتاب تورات اومده غلامان و کنیزان تنها 7 سال برده هستند و پس از 7 سال باید آزاد شوند. اما اگر برده ای پس از سال هفتم باز هم خواست برده بماند، صاحب اون او رو باید در آستانه در خانه به طرف کوچه بیاورد، در برابر همگان گوشش را سوراخ کند و از آن حلقه بگذراند. از اون به بعد این غلام دائما غلام او خواهد بود. این زبان زد غلام حلقه به گوش حتما شنیدید. یارو میگه غلام حلقه به گوش شما، یعنی همیشه من غلام شما، چون در باور یهودیان فقط 7 سال میتونسته بره. روز هفتم در باز در تورات آمد، روز هفتم خدا از همه کار خود ساخته شده بود فارغ شد و از همه آنچه که ساخته بودند آرام گرفت. پس خداوند روز هفتم را مبارک خواند و آن را پاکیزه و والا دانست، زیرا در آن روز خداوند نیز استراحت کرد و از همه کارهای خود که آفریده بود و ساخته بود. در داستانهای دینی کلیمیان هنوز به زندگی یوسف پیامبر میرسیم، هنگامی که میخوانیم که فرعون در خواب دید 7 گاو فربه 7 گاو لاغر را خوردند و خوابگزار فرعون چنین گزارش داد که در سرزمین مصر 7 سال خوشسالی روی خواهد داد. همین داستان بی کم و کاست در قرآن نیز آمده. در جای دیگر تورات آمده هنگامی که درباره طوفان نوح سخن میگوید، میبینیم که می نویسد و از همه بهائم پاک 7 نر و ماده با خود بگیر و از پرندگان آسمان نیز 7 نر و ماده را تا به کشتی ببر تا نسلی بر روی تمام زمین بماند. اما شماره 7 درباره مسیحیان. در باور ترسایان نیز شماره 7 والاست. آنان بر این باورند که خداوند 7 گونه خوراکی از آسمان برای عیسی مسیح فرود آورده که آن را 7 الوان یا 7 خوراکی گویند و عبارت است از نان، نمک، ماهی، تره، سرکه، روغن و عسل. در انجیل یوحنا می‌خوانیم که یوحنا در رویا 7 روح دید، 7 صورت دید که بره سربریده را که دارای 7 شاخ و 7 چشم بود در روی سینی داشتند و در برابر خداوند ایستادند و جام 7 جام زرین 7 فرشته را که کرنا در دستشان بود مشاهده کرد.
از این قسمت گذشته در تاریخ مریم عذرا که نزد کاتولیکان گرامی است، هفت آیین نیایش، هفت گناه اصلی، هفت نیایش توبه، هفت اندوه، هفت شادی، هفت افتخار ثبت شده. یکی از بزرگترین تیره های دین مسیح ادونتیست های روز هفتم هستند. اما ورجاوندی هفت در نزد مسلمانان، در بسیاری از آیین ها و روش های مسلمانان و نیز در بسیاری از آیه های قرآن جای پای شماره هفت را به خوبی میبینیم. در آیین های حج خانه خدا حاجیان میباید هفت بار به گرد خانه کعبه بگردن، که البته این آیین، این روش، این هفت بار پیش از اسلام هم بوده و اسلام ناگزیر شده، اون رو دوباره از میان جاهلان گرفته و به کار برده. در تاریخ کعبه میخوانیم که سخنوران تازی در دوران پیش از اسلام هفت قصیده عاری سروده بودند که آنها را در خانه کعبه میآویختند و با آنها معلقات سبعه میگفتند، یعنی آویخته های هفتگانه. باز در تاریخ جنگ های صدر اسلام میخوانیم که دژ استوار خیبر از هفت دژ تشکیل شده بود به نام کبتیه، نائم، شوق، قموس، نتات، ملی و اسلالم. همچنین خط کشورهای اسلامی به هفت شیوه بود که به آنها هفت قلم می گفتن، مانند سلس، محقق، توقیع، ریحان، رقاب، رقاع، نسخ و نستعلی. مسلمانان برانند که سراسر قرآن از هفت موضوع ساخته شده به نامهای وعد، وعید، وعظ، قصص، امر و نهی و ادعیه، که به پارسی تمام این عربی ها میشه مژده نیک، هشدار بد، پند، داستان ها، فرمان به کار خوب، پرهیز از کار بد و نیایش. تیره از مسلمانان، مسلمانان هفت امامی هستند. با آنها فرقه سبعه میگویند، یعنی هفتمی، و اینها اسماعیل فرزند امام جعفر صادق را امام هفتم و امام پایانی میدانند. تاریخ نویسان اسلامی هفت امام را برتر از دیگران دانسته و نامهایشان از امام اعظم، البته این هفت امام غیر از اون هفت امام شیعه است، اینا تاریخ نویسا گفتن، امام اعظم ابو حنیفه، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام ابو یوسف، امام ابو یوسف، امام محمد باقر و امام جعفر صادق، که این هفتن هم توی گفتم با هفت امام فرقه اسماعیلیه فرق. مسلمانان در نمازهای پنجگانه به هنگام سجده هفت اندام خود را بر روی زمین می نهند، دو کف دست، دو زانو و دو شست پا و پیشانی. از این گذشته مسلمانان بهترین شستشو را آن می دانند که چیز پلید و آلوده را در هفت بار آب پاک بشویند. مولوی میگه رو سینه را چون سینه ها، ببینید بسیار غلط این شعر مولوی رو میخونن، میگن رو سینه را چون سینه ها، هفت بار سینه ها نی، رو سینه را چون سینه ها، مثل اون هفت سین پاک باید باشه، رو سینه را چون سینه ها، هفت آب شو از کینه ها، وانگه شراب عشق را پیمانه شو، پیمانه شو. به گفته قرآن اصحاب کهف هفت تن بودند و به اونها نام های عجیبی دادن، مانند یملیخا، مکشیلینا، مرنون دبرنوش، شادنوش، مشلیتا و مرتوینی بود که به رومی مالکوس، ماکیمیا،
ماکیمیانوس، مارسیانوس، دنیوسیوس، یوحنا، سرافیون و کنستانتینیوس گفته می شود. و از این موارد بسیار زیاده، زمان ما وقت نمیده دنباله این گفتار رو که برای آقای سپنتا آریان تهیه دیده بودم در هفته آینده میگم، که شما هم بدونید که هفت‌سین در باز دنباله باور مسلمانان و دنباله باورهای دیگه مثل صوفیان و غیره و غیره هم جای پایی داره و خلاصه شماره بسیار عجیبی. شاهکارهای شعر پارسی. شاملی که امروز براتون میخونم از ملک و شعرهای بهار محمد تقی بهاره. این مرد به راستی مسلط در ادب و شعر و سخنوری بود. غیر از اون خیلی روشن، خیلی دقیق، خیلی ملتگرایانه، خیلی جامعه شناسانه به وضع ناهنجار مردم ایران می نگریست. با هم گوش میدیم. بسوختیم ز بیداد چرخو، بسوختیم ز بیداد چرخ و خواهد سوخت کسی که علم فراموش کرد و جهل آموخت. بسوختیم ز بیداد چرخ و خواهد سوخت کسی که علم فراموش کرد و جهل آموخت.
بگو به سایه دیوار دیگران خسبد، بگو به سایه دیوار دیگران خسبد، کسی که خانه خود را به دیگران بفروخت، کسی که خانه خود را به دیگران بفروخت. وطن عجب شاهکاریه. وطن ز کید اجانب در آتش، وطن ز کید اجانب در آتش، ما به سر زنیم و بنالیم از اینکه کربلا سوخت، که کربلا سوخت. 2000 ساله داریم همدیگه رو می‌زنیم، 1400 ساله تو سر کولمون می‌زنیم، زوزه می‌کشیم مثل روبا، کشورمون صد بار زمین خورده، هنو قصه میخوریم آخ کربلا آتیش گره، نمیدونم اردوگاه سوخت. وطن زکید اجانب درون آتش، و ما به سر زنیم و بنالیم از اینکه کربلا سوخت. شکافتیم و دریدیم و سوختیم ز جهل، شکافتیم و دریدیم و سوختیم ز جهل، که زیب پیکر ما گر جهان قبایی دوخت. شکافتیم و دریدیم و سوختیم ز جهل، به زیب کش پیکر ما گر جهان قبایی دوخت. بود ز خون فقیران آن که شربتی نوشید، بود ز مال یتیم آن که ثروتی آموخت اندوخت. در این میانه بهارا نصیب رنج بر است، به هر کجا که زبیداد آتشی افروخت، به هر کجا که زبیداد آتشی افروخت. Yeah.
خب زمان به پایان رسید. از گفتگو با شما شنوندگان عجبن سیر نمیشم. به قول معروف با دلی خونین لبی خندان بیاور همچو جام، نیگرد زخمی رسد هم گایی چو چنگ اندر خروش. به پشتیبانی یکدیگر دیو محیب رو سرکوب خواهیم کرد. جهان با ما هم پیمانه. با سپاس از آقای فرزان با تدبیر و مدیریت زیبا و قابل تحسینش، و با سپاس از شما شنوندگانی که بیشتر از همیشه روی خط آمدید، منو مهربانی کردید و سپاس میگم که باعث شادمانی و رضایت شما هستم. درود بر تمام بزرگواران، جانبازان و ایران دوستان و میهن پرستان. روز و روزگار بر شما خوش با. ایران، ایران تو بمان، ایران تو بمان که نور امید آید، در نیمه شب فروغ جاوید آید. تاریخ اگر دوباره تکرار شود، تازی به طواف تخت جمشید آید. روز و روزگار بر شما خوش. راز ماندگاری هر ملتی نگهبانی از زبان مادری و سرزمین پدری است. استاد ناصر انقطاع در درازای 30 سال دور از زبان و میهن خود، در راستای شناسانیدن این دو ستون نیرومند، 24 کتاب در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی و تاریخی نوشته است. پژوهشی درباره آیین‌های ملی، بررسی زندگی پرماجرای قهرمانان ایرانی، کوروش، داریوش، آریابرزن، جلال الدین، بابک، یعقوب، نادر، حافظ، فردوسی، امیرکبیر و شناخت زبان و واژه‌های فارسی و دیگر بررسی‌های ژرف او می‌تواند بهترین راهنما برای ایرانیان درون و درون مرز در حفظ هویت ایرانی باشد. تلفن سفارش کتاب 661-254-8757. پس کوچه های تاریخ، برنامه‌ای از دکتر ناصر انقطاع.